سلام این پاورقی قسمت 22 زبان اصلی یه سریال اوش گروشه. همزمان با پخشش در ترکیه کارتل و افه بعد از انتخاب کت و شلوار به آرایشگاه میرن کلید شخصی رو مأمور تقریب اونها میکنه تا محل عروسی رو پیدا کنه افه و کارتل قبل از رفتن به خونه ی مادر بزرگ پیش چتین میرن افه از فرصت استفاده میکنه و سویچ ماشین چتین رو میگیره تا پیش از شروع مراسم به کار مهمی که داره برسه. کارتال سعی میکنه جلوی رفتن افه رو بگیره اما افه بدون توجه به حرفای اون کار خودش رو میکنه و میره کارتال با ناراحتی به چتین میگه ببین که گفتم این یارو ما اذیت میکنه امروز اون همونجا از چتین دعوت میکنه که به مراسم عروسی بیاد چتین که صورتش کبود و پاهاش لنگه میگه با این قیافه بیام من کسی رو هم نمیشناسم کارتال میگه خیلی هم خوبی شناختنم آسونه خودتو معرفی میکنی میشناسی چتین که بدش نمیومد دعوت بشه بهونه دیگه ای نمیاره و سوار ماشین کارتال میشه تو خونه یه مادر بزرگ روشن و با تو حیات خونه رو برای مراسم آماده میکنن و دستیاران مادر بزرگ به کمک حالیده به کارهای داخل خونه میرسن. شاهین وقتی به شسو و تیر خوردنش فکر میکنه و چار شدن شبونه ی اون تو جنگل رو به یاد میاره غمگین میشه. اون مکانی که کلیچ برای تمیزکاری به اون سپرده بود و کاملا تمیز کرده و طبق خواسته یک کلیچ جنازه شسو رو جابجا کرده. کلیچ به انبار پیش شاهین برمیگرده و خودش رو برای تحویل سلاح به زوبه آماده میکنه. کمی بعد زوبه رو افرادش از راه میرسن و همین که میخوان سلاح رو تحویل بگیرن مورد حمله ی افراد ناشناسی قرار میگیرن گیرن. زوبر و کلیچ به موقع به انبار برمیگردن و آسیبی نمی بینن اما تعدادی از افرادشون کشته میشن و تحویل سلاح عقب میفته. در بین مهاجمان جلال همون مردی که کلیچ معامله اون با زوبر رو به هم زده بود حضور داره. کلیچ بدون دیدن چهره جلال حدس میزنه که این حمله کار اون باشه و بلافاصله برای انتقام جویی وارد عمل میشه. کارتال و چتین به خونه مادر بزرگ میرسن لیلا از اینکه افه همراه اونا نیست دلخور میشه و بعد از کارتال میپرسه که چتین کیه کارتال میگه چطوری بگم این پسرم ممونه لیلا که قبلا چیزایی از نریمان شنیده بود زود متوجه قضیه میشه اما مادر بزرگ حتی پیش از لیلا چتینو میشناسه و, و با بغض اونو در آغوش میگیره و رو به همه میگه حق نداری ناراحتش کنیم باید دوستش داشته باشید، اون خیلی سختی کشیده اول باید دوستش داشته باشید و بعد بشناسیدش بعد از مادر بزرگ لیلا جلو میره و چتینو بغل میکنه و مهربون و صمیمانه اونو به خونه میبره تا بقیه رو هم بهش معرفی کنه. کلیچ و شاهین به مکان جلال میرن و افراد اونو میکشن اما نمیتونن خود جلال رو پیدا کنن و کلیچ از این موضوع کلافه میشه. توی خونه مادر بزرگ همه دوره یه میز حیات میشینن و در مورد غیبت افه و شسو حرف میزنن و مشخص میشه که هیچکس از شسو خبر نداره. روشن همونجا به پریهان زنگ میزنه و سراغ شسو رو میگیره اما پریهان که تو دام میگه قلب بابام گرفته اومدیم روز داشت شسو هم خوبه میگم بهتون زنگ میزنه اون بعد از قطع کردن گوشی رو به شاهین میگه خوشت اومد کاری رو که خواستی کردم در واقع وقتی کلید شسو رو با تیر زد اونو به شاهین سپرد که دفنش کنه شاهین دلش برای شسو سوخت و اونو پری رو به زیر زمین یه دامپزشکی رسوند و یه پزشک آشنا رو بالای سر شسو فرستاد اون به جای شسو یکی از افراد خود کلیچ و و توی قبری که برای شسو آماده کرده بود چار کرد. شاهین به پریهان میگه اگه نمیخوای شسو بمیره هیچی به نگو. آروم رو مهمونای لیلا و افه به خونه یه مادر بزرگ میرسن. لیلا لباس عروسیشو رو پوشیده و حالیده و بهار به اون دلداری میدن و میگن حتما افه به موقع خواهد اومد. لیلا هرس میخوره و رفته رفته بیشتر نگران میشه اما با رسیدن آقل دیگه صبرش تموم میشه و حتی تصمیم میگیره لباس عروسی رو در بیاره. وقتی کارتال به لیلا خبر میده افه بالاخره به خونه اومده لیلا با عصبانیت یک گلدون برمیداره و جلوی چشم مهمونا به طرف افه میره تا حساب اونو برسه اما با دیدن اکتای گلدون از دستش به زمین میافته افه اکتای و شیکو مرتب به مراسم آورده و لیلا از دیدن پدرش بغز میکنه. اکتای به لیلا میگه شاید نتونی منو ببخشی فقط اجازه بده یه گوشه بشینم و عروس شدن تو ببینم. لیلا اونو در آغوش میگیره و با نگاهش از افه قدر قدردانی میکنه. آخر لیلا و افه رو به عقد هم در میاره و همه چی خوب پیش میره. مادر بزرگ توی خونه میشقه و از پنجره مراسم رو تماشا میکنه. اکتای برای سر زدن به اون وارد خونه میشه. مادر بزرگ یه سیلی به صورت اون میزنه و بعد اونا در آغوش میگیره و میگه خودتو جمع و جور کن دیگه به اون حالت بر نگرد چون بعد از امروز و اتفاقاتی که قراره بیفته خانوادت بهت نیاز دارن جلوی این اتفاقاتو نمیشه گرفت. کلیش توی رستوران با بای بارس ملاقات میکنه و به اون خبر میده که چتینم در مراسم عروسی لیلا حضور داره. اون از بای بارس اجازه میخواد که به روش خودش کارتال رو تنبیه کنه. وای به اون میگه هر کاری دوست داره انجام بده اما به چتی نصیبی نرسونه. شسو بعد از عمل زنده میمونه. شاهین و پری بالای سر اون هستن و در مورد اتفاقاتی که برای شسو افتاده و اینکه چه کسی مقصره بگو مگو میکنن. پری به شاهین میگه امروز عروسی لیلاست. خودت گفتی کلیچ میخواد بره سراغ کارتال نگران خانوادت نیستی؟ نمیخوای کاری کنی؟ شاهین که از عروسی خبر نداشت کمی جا میخوره اما با بیخیالی میگه اون دردش با کارتله کارتل قبلا گفته بود برادریمون به هم خورده خودش یه فکری برای خودش بکنه توی مراسم عروسی لیلا و افه موقع رقص با هم حرف میزنن و حرفایی عاشقانه ای در گوش هم زمزمه میکنن مراسم که گرم میشه با تو و کمیسر هازال بهار و کارتل و چتینو حالیده هم بلند میشن و دو به دو با هم میرقصن نزدیک پایان مراسم موسیقی مورد علاقه کلی کلیها پخش میشه و لیلا و کارتال بلند میشن و با شور بیشتری میرخصن. بقیه از نگاه کردن به رقص اونا لذت میبرن. در همین موقع کلیچ به خونه ی مادر بزرگ میرسه. اون اسلحه به دست از کوچه ی پشت خونه عبور میکنه و مستقیما به لیلا شلیک میکنه و در عرض چند ثانیه غیب میشه. لیلا که در حال رقص تیر خورده ناگهان روی زمین میفته. خانوادهشون رو به بیمارستان میرسونن و دکترها لیلا رو به اتاق عمل میبرند. کارتال نرسیده به بیمارستان با عصبانیت از اونجا خارج میشه و دنبال انتقام میره اما افه که انگار خوشگش زده ساعتها با بود خیره به نقطه در بیمارستان میشینه و منتظر میمونه. وقتی کلیج در مکان خودش نشسته و شام میخوره زوبر به دیدنش میاد و به اینکه هنوز جنسا رو تحویل نگرفته اعتراض میکنه و به کلیچ میگه همه پشت سرتون حرف میزنن از وقتی کرکماز مرده اوزتون بدترم شده میگن یه لات خیابونی به اسم کارتال یقه شما رو گرفته و ولتون نمیکنه بعدا نگی نگفتی این فرصت آخریه که بهتون میدم اگه این بار جنسم تحویل نگیرم دیگه معاملهای در کار نیست کلش در سکوت به حرفهای زبیر گوش میده و حرس میخوره شاهین بیخبر از اتفاقات مست در مکان خودش نشسته. کارتال سراغش میاد تا حرسشو سر اون خالی کنه. شاهین از افرادش میخواد که دخالت نکنن و به تنهایی شروع به کتک با کارتال میکنه. اونا به شدت هم دیگر رو کتک میزنن و در اوج درگیری کارتال میگه به خاطر شاهین کلیش لیلا رو زده. شاهین که انتظار نداشت لیلا تیر خورده باشه با بغض میگه لیلا رو زده من فکر کردم میاد سراغ تو گفتم لابد تو هم مثل همیشه یه جوری خودتو نجات میدی اگه میدونستم لیلاس یه کاری میکردم باور کن من نمیدونستم ممکنه به لیلا آسیب بزنه اون دست از مبارزه بر میداره و به کارتال میگه هر کاری میخوای با هم بکن کارتال وقتی میبینه شاهین تسلیم و پشیمونه دست از زدن اون میکشه و از مکان خارج میشه عمل لیلا تموم میشه و دکتر از اتاق عمل بیرون میاد و رو به افه و بقیه میگه فعلا زنده مونده اما خطر هنوز رفع نشده باید صبر کنیم افکه میبینه موقتا خطر رفع شده زود از بیمارستان خارج میشه تا انتقام بگیره جتین و کارتال هم همراه اون میرن کلیچ جلا رو تو مسافرخونه پیدا میکنه توی راه روی مسافرخونه یکی از افراد کلیچ به اون زنگ میزنه و خبر زنده بودن شسو رو میده کلیش تعجب نمیکنه و میگه کار شاهینه تعجبی هم نداره چون وقتی یه نفر رو بکشی قاتل میشی و وقتی یه بار خیانت کنی خائن میشی اون به اتاق جلال میره و با ضربات مشت اونو میکشه و جنازه اونو از مسافرخونه بیرون میبره ساعتی بعد کلیج با بای بارز قرار میذاره تا ماجرای خیانت های شاهین رو برای اون تعریف کنه. اونا تو رستوران همیشگی با هم ملاقات میکنن. افه به خونه پدرش میره و با اسلحه اونو تهدید میکنه و میگه بگو بای بارس بیاد ادنان میگه اون خودش باید پیدات کنه و بیاد نمیدونم کجاست افه میگه پس به رابطتون زنگ بزن که بیاد شاهین زخمی و خونی به خونه بای بارس میره تا نریمان رو ببینه اون خبر تیر خوردن لیلا توسط کلیچ رو به نریمان میده نریمان حلش بد میشه و از نگرانی به بیمارستان میره تا لیلا رو ببینه اما توی سالن بیمارستان با مادرش روبرو میشه مادر بزرگ به نریمان میگه بهت گفته بودم که بچه تو انتخاب کن اما تو همیشه اشتباه کردی نریمان با بغز میگه آره گفته بودی وقتی مادر شدی باید غرورتو کنار بذاری اما مامان من به خاطر لیلا و کارتال و شاهین موندم موندم تا از اونا مراقبت کنم مادر بزرگ میگه اما اونا بچه های تو نبودن بچه بیچاره تو پیش اون مرد ول کردی و یه عمر عذاب کشید حالا به خاطر ندونم کاری تو لیلا با جونش دست و پنجه نرم میکنه و تاوان اشتباهات تو لیلا میده نریمان میگه من نمیخوام لیلا چیزیش بشه حاضرم جونمو بدم اما اون طوریش نشه مادر بزرگ میگه پس کاری که میگی انجام بده اگه لازم شد جونتو بده اما این ماجرا رو تمومش کن نریمان به خونه یه شاهین میره و به محض دیدن اون درد دلش باز میشه و میگه حتی اوکتایو هم بخشیدن مثل اینکه دو تا آدم بد فقط من و تو موندیم شاهین من همیشه فکر میکردم لیلا شبیه منه اما اشتباه میکردم اون میتونه درست و غلط و ازم تشخیص بده اما من نتونستم فکر میکردم با زندگی کنار بایبارس میتونم از خانوادم محافظت کنم اما نشد وقتی شاهین مشغول لباس عوض کردنه نریمان کشوهای اونو میگرده و یه اسلحه از توی کشو پیدا میکنه و اونو بر می داره وقتی زوبر در خونش رو باز میکنه جنازه جلال و جلوی در آویزون میبینه. روی جنازه یادداشتی از طرف کلیچ هست که در اون نوشته شده جنساتو امشب از انبار دوم بگیرم. توی رستوران کلیچ از بایبارس میپرسه چرا قضیه کارتال انقدر کشدار و درد سرساز شد بایبارس میگه من به نریمان یه قولی دادم برای اینکه کنارم بمونه قول دادم بلایی سر کارتال نمیاد کلیچ میگه قولی نیست که بشه نگهش داشت بابا این خانواده سر به راه نمیشه بایبارس تایید میکنه و از کلیچ میخواد هر طور صلاح میبینه قضیه کارتال رو حل کنه او چتین و کارتال مرد کچلی که رابطه بای بارس و دیگرانه را دستگیر میکنن و با شکنجه از اون حرف میکشند مرد کچل میگه نمیدونم کلیچ کجاست اما میدونم کجا میشه پیداش کرد امشب یه معامله داره معامله یه مهمیه حتما به اونجا میره بای بار شاهینو به رستوران صدا میزنه و از اون میخواد جنسا رو امشب به زوبر تحویل بده شاهین با اینکه به خاطر لیلا از دست کلیش خیلی عصبانیه اما چاره جز اطاعت نمیبینه و قبول میکنه بعد از رفتن اون بای بارس به کلیچ میگه این بچه حتی درست حسابی نمیتونه دروغ بگه میگه دیگه ارتباطی با خانوادهش نداره اما معلومه هنوزم نتونسته ازشون بکنه بهترین انتخاب برای معامله امشب شاهینه داداشش دلش نمیاد بکشدش نریمان به خونه قدیمی خاک گرفتش میره و توی کشوی اتاق کارتال نامه میذاره و دوباره به خونه بایبارس برمیگرده. وقتی شاهین به انبار دوم میره تمام افرادش با گلوله های افه و چتین و کارتال کشته میشن. افه که انتظار دیدن کلیج رو داشت به شاهین میگه زنگ بزن کلیچ بیاد. شاهین میگه نمیاد. اگر ارزشی براش داشتم منو برای این معامله نمیفرستاد. اف انبار و تمام سلاح ها رو منفجر میکنه و بعد از شاهین میخواد که زنگ بزنه. شاهین به کلیش زنگ میزنه و به اون میگه اف انبار تو آتیش زد و همراه کارتال و چتین منتظرته. کلیش به خاطر از بین رفتن جنس عصبانی میشه و راه میفته. اما موقع از بیمارستان با کارتال تماس میگیرن و خبر میدن که وضعیت لیلا بحرانی شده. افه و کارتال و چتین مجبور میشن اونجا رو ترک کنن و به طرف بیمارستان میرن. بعد از رفتن اونا زبیر از راه میرسه و وقتی میفهمه جنسا نابود شدن به افرادش میگه کلیچ پیغام دوست داره این یارو رو بکشین و روی جنازش یادداشت برای کلیچ بنویسه افراد اون به شاهین شلیک میکنن و روی جنازه ی اون یادداشتی برای کلیچ میذارن در بیمارستان افه کنار لیلا میشینه و حلقه ازدواج رو در دست اون میکنه اون حرفه یه لیلا رو که گفته بود نمیتونن با هم باشن و با هم بودنشون غیر ممکنه رو به یاد میاره بعد دست لیلا رو میبوسه و میگه خواهش میکنم این یه بار حق با تو نباشه. کمی بعد لیلا به هوش میاد و افه با خبره خبر به هوش اومدن اونو به بقیه میده و لیلا رو میبوسه. وقتی بای بارس به خونش برمیگرده نریمان با اسلحه از اون پذیرایی میکنه و با بغز بهش میگه به هم قول داده بودی. بایبارس سعی میکنه اونو آروم کنه و میگه این کارت به خاطر است حتی هنوز نمرده آروم باش نریمان. اسلحه رو بذار کنار. نریمان میگه نمیذارم دیگه به هیچ کدوم از بچه ها ماسیبی بزنی. اون صورتش رو بر میگردونه و شلیک میکنه. توی بیمارستان کارتال که از به هوش اومدن لیلا خیلی خوشحاله به سمت مادر بزرگ میره تا شادیشو با اون قسمت کنه اما مادر بزرگ به اون میگه نتونستی محافظت کنی اما به فکر این باش که از بقیه خانوادت محافظت کنی. کارتال با شنیدن این حرفا نگران میشه. بایبارس در حالی که از بازو تیر خورده با غصه به جنازه نریمان نگاه میکنه و از زیر لب با حسرت میگه بیریجیک کلیچ که اسلحه به دست پشت جنازه نریمان ایستاده به بایبارس میگه دیگه بیریجیکی در کار نیست بابا بزا ببینیم میتونیم تو رو نجات بدیم ممنون از اینکه با من همراه بودید خدا نگهدار